به نام خدا، در خدمت آقای دکتر محمد فاضلی هستیم، رئیس مرکز امور اجتماعی آب و انرژی وزارت نیرو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. آقای دکتر، خیلی ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. قراره که امروز راجع به بحث بسیار بسیار جدی اما در اصل مقفول مونده در بحث حالا شرایط ها و بحران های دیگه کشور و به خصوص بحران های اقتصادی صحبت کنیم، راجع به بحث بحران آب و بحران انرژی که در کشور وجود داره. یکی از مباحثی که مطرح میشه آقای دکتر اینه که ما جنگی که واقعا شاید در آینده در منطقه قرار باشه رخ بده، دیگه نه جنگ بر سر مذهب، یعنی نه جنگ مذهبیه و نه جنگ بر سر نفته، پیش بینی میکنن که واقعا جنگ آینده منطقه چه در داخل کشورها و چه حالا در بین کشورهای دیگه منطقه و همسایه ها بحث کمبود آب و بحران آبه. شما واقعا این رو همین جوری پیش بینی میکنی؟ یه ذره به نظر من شبیه فیلم های علمی تخیلیه که قرار باشه ما در سالهای آینده بر سر آب و منابع آبی بخوایم بجنگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نقطه شاید خوبی باشه شاید هم بدی باشه، که ولی من به هر حال از همین موضوع وارد میشم. من تصورم اینه که ما باید در کاربرد واژه جنگ آب و بحران آب و اینا خیلی محتاط باشیم. وقتی اینجوری خیلی ساده به کار میگیریم اینها رو، گویی یک واقعیت قطعی رو داریم دربارش حرف میزنیم، یعنی یه واقعیتی به اسم جنگ آب در داخل کشور یا بیرون کشور حتما رخ میدهد و ما به ناگزیر داریم به سمت اون میرویم. واقعا اینگونه نیست. این که آیا جنگی رخ بدهد یا ندهد یا تنشی بروز کند نکند، تابع کیفیت حکومت و حکمرانی در درون کشور و منطقه است. اگه کشورهای منطقه و به همون نسبت در درون هر کشور، خود هر کشور بتونه مسائل حوزه آبش رو و انرژیش رو به خوبی مدیریت بکنه، با این کم آبی که به طور تاریخی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وجود داره سازگار بشه، الگوی توسعهش رو بهبود بده و از آب محور بودن تبدیل کنه به الگوهای کم آب بر، یا این واژه‌ای و اصطلاحی که اخیراً در درون دولت و وزارت نیرو ازش زیاد استفاده میشه، سازگاری با کم آبی رخ بدهد و کشورها بتونن تصمیم‌های مهمی برای کنترل مصرفشون در منابع آب بگیرن، ارتقای فناوری بدن، بتونن معیشتشون رو صنعتی بشن، اتکاشون رو به کشاورزی غیر بهره‌ور، چون بهره‌وری در کشاورزی هم ممکن است، اینها رو اتکاشون رو به پایین بدن بهره‌وری آب در کشورها کاهش بدن، و مهمتر از اون کشورهای منطقه بتونن تحت تأثیر این کیفیت حکمرانیشون با هم روابط مسالمت آمیزتری داشته باشن، توسعه روابط اقتصادی بدن، یه نگاه منطقه‌ای داشته باشن و آب رو هم در درون کشور خودشون امر فرابخشی ببینن، هم بین کشورهای منطقه تعاملاتی بر مبنای تعامل احترام متقابل و منافع متقابل شکل بگیره. جنگ آب یه امر قطعی نیست. بنابراین در مورد واژه و کاربردش خیلی محتاط باشیم، خصوصا تو فضای داخلی، چون این واژه ها ناامیدی میآفرینن و بعد گویی ما موجودات دست بسته ای هستیم که طبیعت ما را به ناچار به سمت این جنگ، نه این سرنوشت محتوم ما نیست. اما اگه وضع موجود رو ادامه بدیم، من با شما موافقم. میخواستم اتفاقا به همین نکته رو بگم که با شما شاید موافقم در بعضی مسائل، که خب شاید نباید راحت این واژه ها رو به کار برد. اما به هر حال این بحثی که الان حتما شما هم راجع به بحث کشاورزای اصفهانی شنیدید، بحث حالا اختلافاتی که بر سر حال آب هست، یا بحث خوزستان همین چند ماه گذشته، واقعا اینها رو هم نمیشه نادیده گرفت، یعنی داره این تنش ها داره دیده میشه یه جایی آقای دکتر. و خب به هر حال ما الان هنوز شاید واقعا اون راهکارهای لازم رو برای جلوگیری از این اتفاقات هنوز هم لحاظ نکردیم. من در مورد این موضوع خودم رو بگم. ببینید، یک، هیچ مسئله‌ای در این کشور حل نخواهد شد مگر اینکه قبلش بپذیریم در گذشته اشتباهات بزرگ و کوچک بسیار زیادی انجام دادیم.
یک، یعنی اینجوری نیست که ما همه چیزمون درست بوده بعد یه دفعه فهمیدیم که آب اینجوری شد، انرژی اینجوری شد، ارز اینجوری شد، ماشین اینجوری شد، طلا اینجوری شد و هم ریخت. اشتباهات روزی شد. دو، اونهایی که این اشتباهات رو مرتکب شدن به لحاظ حقوقی ها، شخص حقیقیش نه، ممکنه یه آدمی امروز روی کار باشه که هیچ سهمی در این اشتباهات نداره، اما چون امروز کار دستشه او باید مسئولیت بپذیره و این رو بپذیره که ما آیا ما مشکلات واقعی تو حوزه آب و انرژی داریم؟ بله داریم. ما در خوزستان مشکل داریم؟ بله داریم. در اصفهان داریم؟ حتما داریم. در همه استانهای کشور به لحاظ مشخصات آبی و انرژی مشکلاتی داریم. آیا معنی این مشکلات اینه که اینا غیر قابل حلن؟ نه. اما آیا به سادگی حل میشن؟ بازم نه. یعنی یک، اشتباهاتی کردیم. دو، مسئولیت میپذیریم. سه، درباره این اشتباهات و درباره واقعیت مسئله به صراحت باید سخن بگیم. سخن بگیم یعنی این که جزئیات مسئله رو روشن کنیم و این رو هم بپذیریم که به دلیل 40 سال سابقه ای که خیلی از مسائل رو لاپوشانی کردیم، خیلی ها رو فکر کردیم اگه مردم ندونن خودمون بالاخره یواش یواش حلش میکنیم، به این دلیل که فکر میکردیم خودش خوب میشه، اصلا همجوری ولش کنیم خودش خوب میشه، یا به دلیل ندانستن یا نتوانستن یا گاهی اوقات نخواستن، رسیدیم به وضع فعلی. وضع فعلی با تصمیم های سخت قابل حله، هزینه داره، ولی قطعا نمیشه پنهانش کرد. تو از تو شبکه صریح صحبت کنیم، اشتباهات 40 سال گذشتمون رو بخوایم یه دور مرور کنیم. به نظر شما، حالا شاید واقعا همش رو نشه، ولی واقعا به نظر شما مهمترین این اشتباهات چی بوده؟ تو حوزه آب و انرژی به صراحت میگم خدمتون، این اشتباهات فقط مال 40 سال گذشته نیست. ما از زمانی که با منابع آب یه برخورد دولتی کردیم، از دهه 30-40 با موتورپمپ ها، با سازه ها، با تغییر حکمرانی، با به هم زدن منطق پایداری در بهره وری از منابع آب و انرژی، این پس بنابراین یک، کل داستان آب و انرژی به سالهای بعد از انقلاب بر نمیگرده. همه اونایی که درباره حقوق آب، تاریخ آب، مسئله آب در ایران کار کردن اذعان میکنن که ما حداقل از دهه 30 وارد اشتباهات جدی در بهره برداری از منابع آب و انرژی بعد از سال 57 هم جبرانش نکردیم. نه، جبرانش نکردیم، گاهی اوقات هم تشدیدش کردیم. اینی هم به صراحت بگم. اما اینکه آیا من بگم که همه اشتباهات چیه، من متخصص همه حوزه های آب نیستم، من به صراحت میگم خیلی از چیزهای حوزه آب رو نمیدونم، ولی میتونم اینو بگم که ما در نظام سیاست گذاری که درباره بهره برداری از منابع آب داشتیم، اقتصاد سیاسی و منافعی که داشتیم، آدم ها و گروه های مختلف داشتن، از دولت و غیر دولت و نماینده مجلس و همه اینها درباره پیدایش وضع فعلی مسئولن. دو، در تعریف کردن گفتمان و عناصر نظری که بر بهره برداری از منابع آب ما حاکم بوده، اونم اشتباه کردیم. ما در اقتصاد آب و انرژی اشتباهات جدی کردیم. آب به یک کالای فاقد ارزش اقتصادی در این کشور تبدیل شده. این اشتباهی است که توی تاریخ کمتر کشورهایی مرتکب شدن و ما مرتکب شدیم. و همین نسبت درباره انرژی. من اینجا ببینید، من همه اشتباهات و نقص‌های ساختاری رو که بر مدیریت منابع آب و انرژی کشور وجود داره رو میشه دربارش بحث کرد. من اصلا نمیخوام توجیه کنم اینجا بگم که ما یه ساختار آب و انرژی خیلی خوب داریم، فقط تقصیر مردم است که بیان صرفه جویی کنن. همه چیز درسته، فقط قیمت آب و انرژی خرابه. اصلا اینجوری نیست، ولی درباره تک تکش میشه حرف زد، درست؟ اما من فقط یه داده خدمتتون میگم. ببینید، آخرین برآوردهای اقتصادی نشان میدهد که ما در سال 96 قیمت برق رو به 60% قیمت سال 57 میفروشیم. من از شما، از مردم ایران میپرسم که امکان دارد در یک کشوری مثلا قیمت هزینه خدمات بهداشتی چند صد برابر شده باشه، قیمت بنزین چند صد برابر شده باشه،
قیمت مسکن چند صد برابر شده باشه، اما قیمت برق به قیمت‌های ثابت سال 90 60% قیمت برق در سال 57 به نسبت تورم دیگه میفهمم. به قیمت ثابت وقتی میگیم به قیمت ثابت یعنی تورم از توش در آوردیم. وقتی تورم از توش در آوردیم یعنی گویی شما در سال 96 دارین 60% قیمت برق سال 57 رو از مردم دریافت میکنین. الان حتما بیننده به من میگه که حالا همه چیز کشور حل شده فقط همین قیمت برق مونده. من خدمت شما میگم که همه چیز کشور همینجوری جزئی جزئی دونه دونه سر هم جمع میشه، میشه این مسائل. خب ما قبل از این که درباره اینا حرف بزنیم و بعد هم یک برنامه دقیقی داشته باشیم برای اینکه اینها رو جبران بکنیم، حل کنیم، آیا میشود پایدارسازی منو با برق کرد؟ اشتباهاتی کردیم تو اقتصاد سیاسی، تو اقتصاد خود آب و برق، در بهره برداری حد اکثری از منابع. ما تصورمون بوده که این منابع بی انتهاست، ما تصورمون بوده که این منابع رو میتونیم با اعمال نفوذ سیاسی، با سپردن اینها به بوروکرات‌هایی که در یک فرایندهای غیر شفاف تصمیم میگیرن، گاهی اوقات با کم دانشی. خیلی از کارهایی که صورت گرفته و اشتباهات ناشی از این نیست که یه عده‌ای حتما منافعی داشتن یا مقاصد بدی داشتن، خیلی هاش کم دانشی است. این کم دانشی تو دنیا هم وجود داره. شما بسیاری از پروژه‌های آبی دنیا، پروژه‌های انرژی دنیا که قرن 19 انجام شده 1860 به بعد، قرن 20 انجام شده، وقتی با استانداردهای امروز ارزیابی میشن دیگه اون تایید نمیشن. یعنی وقتی دانش ما تغییر میکنه، فهم ما از پس ما ترکیبی از بیدانشی، عدم شفافیت، اقتصاد سیاسی که بر ساختار مدیریت منابع آب و انرژی اثر داشته. من هیچ ناکاستی رو انکار نمیکنم، اما نمیخوام روی هیچ دستاوردی هم قلم سیاه بکشیم. ببینید وقتی این کشور در سال 57 انقلاب شده کلن 7400 مگاوات نیروگاه داشته و امروز ظرفیت برق نصب شده 10 برابر شده در حالی جمعیت کشور دونه. این هم اتفاق افتاده که یه دستاورده. اون ورش هم اقتصاد برق درست نشده، تلفات هم تو شبکه هست، ولی درباره تلفات هم هزار و یه بحث هست که دوستان متخصصش میتونن حرف بزنن. درباره نیروگاه‌ها و راندمانشون هم میگن راندمان نیروگاه‌های ما پایینه، ولی درباره اونم هزار و یک بحث هست. من حرفم اینه امروز اگه میخوایم اصلاح بکنیم، در درون اتاق‌های بسته نخواهد شد، در گفتگوی بین بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها نخواهد شد. ما به همین صراحتی که امروز من و شما حرف میزنیم 10 برابر بیشتر باید با مردممون درباره این که چه اتفاقی افتاده است، دولت چه اشتباهاتی کرده، مجلس چه اشتباهاتی کرده، قوه قضاییه چه اشتباهاتی کرده، کل حاکمیت چه اشتباهاتی کرده، و همزمان مردم چگونه با خواسته هاشون یا با تن دادن به اون قواعدی که این سیستم بنا کرده بوده در این اشتباهات سهیمند. درباره اینا حرف بزنیم، اون وقت به این نقطه روشنی میرسیم که وضعیتمون چگونه است. آقای دکتر بخوایم از این طرف قضیه نگاه کنیم، من بیام بشم حالا جای مردم. اولین بحثی که مطرح میشه، شما الان بحث افزایش قیمت و مقایسه قیمتی رو مطرح کردید، ولی واقعا اولین بحثی که مطرح میشه اینه که قبل از اینکه قیمت آب رو ببرید بالا و برای منی که حالا مصرف خانگی دارم، مصرف شهری دارم، قرار باشه بهای بیشتری بابت آب بپردازم، یه فکری با حال بحث کشاورزی بکنید که ما 90% هدر رفت آبمون در بحث کشاورزیه. واقعا برای این چه پاسخی بر مردم داریم؟ خیلی خوب بحثی ترک کردیم، سر تک تک جمله هاتون حرف دارم. یک، عبارتی که میگین 90% هدر رفت آب در بخش کشاورزی است. نه، ما در بخش کشاورزی 90% هدر رفت نداریم. سر این اعدادم بحث است، ولی به هر حال قطع و یقینش اینه که بزرگترین مصرف کننده آب کشور آب کشاورزی است. اما یادمون باشه در همه جای دنیا هم بزرگترین مصرف کننده آب بخش کشاورزی است، میزان مصرفش با هم فرق کنه. دو، آیا این هدر رفت چقدره؟ جا به جای این کشور فرق میکنه. سه، آیا کاهش مصرف در بخش کشاورزی اولویته؟ بله اولویت داره، اما آیا تنافری داره و تناقضی داره با این که ما آب در صنعت رو هم مصرفش رو کاهش بدیم و آب در شرب رو هم کاهش بدهیم؟ اینا سه تا دنیای متفاوتن. مثال خیلی ساده میذارم خدمتتون.
امروز مصرف آب شهر تهران که دیگه ما هر کجای این کشور آبی در نزدیکی تهران بوده که میشه استفاده کنیم کشیدیم آوردیم، حوزه های دیگر هم برشون اثر منفی باقی گذاشتیم، گاهی اوقات حقابه کشاورزار هم نابود کردیم، آب آوردیم برای شهر تهران. آبی بیش از آنچه که امروز در شهر تهران هست وجود نداره. خب مصرف کشاورزیش و اینا هم زیاد نیست. پس همین آب شهر به شهر تهران است که میخوایم یه شهر رو که الان جمعیتش حدود 12 میلیون نفر ظاهرا هست و هر چقدر هم جمعیتش افزایش پیدا کنه آب ما بیشتر از این نخواهد شد. درسته. حالا یه استانی داریم به اسم کرمان، یه جایی داریم به اسم اصفهان، یه جایی داریم به نام خراسان رضوی که فرض کنید در اونها 3 میلیارد، 4 میلیارد، 5 میلیارد، 6 میلیارد تو این استان‌ها آب کشاورزی مصرف میشه. من از شما میپرسم اگه آب کشاورزی کرمان رو صرفه‌جویی کردیم و 10% کاهش دادیم به حال آب تهران فرقی میکنه؟ آب مثل برق نیست که شما اگه برق تو کرمان با یه دیسپچینگ دکمه سویچ با یه تکنولوژی به سرعت نور برق رو به تهران منتقل کنید. آبی که در کرمان صرفه جویی میشه حد اکثر میتونه به پایداری حوزه خودش و دشت خودش و استان خودش کمک کنه. بنابراین وقتی میگیم در تهران صرفه جویی کنید یعنی شما نمیتوانید به این راحتی آب کشاورزی صرفه جویی شده در کرمان را با خط لوله منتقل کنید به تهران. این پروژه مثلا با این قیمتهای امروز یه آب از کرمان به تهران آوردن بالای چند ده هزار میلیارد تومان هزینه شه و 15-16 سال هم طول میکشه. این یک. دو، قیمت آب کشاورزی و آب شرب فرق میکنه. شما آب شرب رو تصفیه میکنین چند مرحله و به یه کیفیت بالا میرسونین، آب کشاورزی رو تصفیه نمیکنن. سه، آب کشاورزی اهمیت اغلب امنیتی سیاسی نداره. درسته در شرق اصفهان یا یه جای دیگه ای وقتی چند سال خشکسالی بشه کشاورزا ناراضی میشن، شاکی میشن، ولی فرض کنید که آب شرب شهر تهران یا شهر اصفهان 48 ساعت 72 ساعت قطع بشه. این فرق داره با آب کشاورزی که قطع میشود و مثلا شما میگین که درخت 10,000 متر مکعب در هکتار احتیاج داره، بعد میگین که شما امسال چون کم آبی داریم به جای 10,000 متر مکعب فقط 2,000 متر مکعب آب بدید که درخت‌ها زنده بمونن از بین نرن. ولی در آب شرب نمیتونید این کارو انجام بدید. بنابراین آب شرب و آب صنعت، آب شرب یه تفاوت ماهوی داره با آب کشاورزی. نکته بعد، مگر که ما وقتی با مردم حرف میزنیم درباره راهکارهای صرفه‌جویی صرفاً فقط به مصرف کننده میگوییم شما کمتر آب مصرف کن، کمتر همون برو، اونجا هم داریم درباره یه ترکیب حرف میزنیم. یعنی صرفه‌جویی در بخش خانگی هم شامل چند تا چیزه. بهبود فناوری، شما از یه دونه آب فشان یا پرلاتوری که سر شیرهای خونه میتونید ببندید اثر میذاره روی کاهش مصرف آب مثلا حدود 30-35%، تا بهبود لوله کشی، تا بازچرخانی آب، تا ساختن خونه هایی که بتونن خودشون آب اضافیشون رو نگه دارن، تصفیه کنن، بازچرخانی کنن، تا کاهش آب. یعنی یه بخشی از رفتار مصرف تابع تکنولوژی و تابع قیمت هم هست. ببینید بعضی از اعداد تبدیل شدن به اعدادی که معناشون رو دقیق نمیدونیم. مثلا خیلی راحت یه دی تو تلویزیون، مجری تلویزیون، روزنامه نگار، مردم عادی میگن که 30% آب در شبکه هدر میرود، آب هدر رفته. اما دقیق این اینست، اینجوریه، شما 100 لیتر آب میریزین در درون اون واحد اصلیتون، این تو شبکه شهر توزیع میشه، آخرش که پولا رو میشمارین که چقدر از مردم پول گرفتین میبینین که 70 تومن بیشتر پول نگرفتین. شما قرار بوده پول 100 لیتر آب بگیرین، پول 70 لیتر گرفتین. این 30 لیترش هدر نرفته، این 30 لیتر یه بخشیش تو شبکه نشت کرده، اما یه بخشیش سازمان ها و ارگان هایی هستن که بابت استفاده از آب پول نمیدن. همین امسال مجلس شورای اسلامی تصویب کرده که مدارس پول آب ندهند. این چیز عجیبی است. ما به مدرسه‌ای که قراره به بچه هامون آموزش بدهد که در آب صرفه‌جویی کنن مجوز دادیم که پول آب ندهد.
من میگم حرفی نداره، شما پول آب از مدرسه بگیرین، وقتی پولشو گرفتین در قالب یارانه آموزش از یه محل دیگه بهش بدین، اب نداره. اما نگید آب مجانیه که هرجوری دلشون خواست که بچه ها. حالا مثل مدرسه چندین دسته سازمان دیگه هم هستن که اینا پول آب نمیپردازن، بنابراین اون هدر رفت 30% نیست، این هدر رفت تو بعضی از شبکه ها تا 7-8% تا مثلا 12-13%، بقیهش پولیه که سازمان ها بابت استفاده از آب نمی پردازن. خب ما همینم روشن نکردیم. نکته دوم، آیا هدر رفت در شبکه آب کشورهای جهان صفره؟ نه، در کشورهای دیگه جهان هم صفر نیست، از 2-3% شروع میشه تا کشورهایی هستن تو اروپا که اینا تو پایتختشون 52-3% هدر رفت آب دارن. پس البته شرایط اروپا با شرایط ما قابل مقایسه نیست. بله شرایط ما قابل مقایسه، یعنی آبی و بحث بارش، نه اونی که 52-3% هدر رفت داره از ناتوانیشه، نه اینکه چون آب زیاد داره هدر رفتش براش مهم نیست، از ناتوانیشه. پس ما باید درباره دونه دونه این اعداد و ارقام به همین صراحت بشینیم با مردم حرف بزنیم، بگیم ببینید این 30% که میگین هدر رفته، 7% اینم جابجا فرق میکنه، یه شبکه داریم تو تهران هدر رفتش مثلا 5%، 10%، یه شبکه داریم یه جای دیگه 30%، یه شبکه هم داریم 2%. خب بسته به این کیفیت شبکه جابجا فرق میکنه، یعنی نمیتوانید درباره یه کشوری به مساحت 1,648,000 کیلومتر مربع یه نسخه واحد، یه مسئله واحد و یک اندیشه واحد داشته باشین. بعد که حرف زدیم بعد وابد بشینیم سر راه حل حرف بزنیم. راه حل یه بخشیش و بخش عمده ایش تصمیماتی است که حاکمیت و دولت باید بگیره، و اولینش حتما میتونه قیمت آب نباشه. به علاوه قیمت آب هم یه چیزی نیست که شما بگین که برای همه، از اونی که در یک برجی در شمال تهران میشینه که هر متر خونش 40 میلیون تومان 50 میلیون تومان قیمتشه و 1000 متر خونه داره، تا اونی که توی روستا تو سیستان و بلوچستان نشسته رو شما نمیتوانید بگید همشون یه قیمت آب بپردازن. پس خود قیمت آب و قیمت انرژی با یه مقوله‌ای درگیره به نام عدالت، و تو سیستم عدالتی شما ممکنه شما به این نتیجه برسین که اونایی که برخوردارترن قیمت واقعی و حتی بالاتر بپردن، اونی که در شمال تهران، در تهران، در اصفهان، در هر کاری بیشتر از الگوی استاندارد مصرف میکنه، ناعادلانه است در حق نسل‌های این سرزمین که به او آب یارانه‌ای بدیم برای اینکه استخرشو پر کنه. و بعد من رفتم بازدید توی جایی مثل سیستان و بلوچستان که در روستاش آب نداره. ما باید بتونیم از اینی که وضعش خوبه پول واقعی بگیریم و به اونی که واقعا نابرخورداره با یک مدل حمایتی به یه نقطه‌ای برسونیم که حداقل نیازهای تصریح شده از نظر آب و انرژی در حقوق بشرش و در قانون اساسی و اینا تامین بشود. نظام فعلی ناعادلانه است، نمیشود دهک پایین هم کیلووات ساعتی 70 تومان پول برق بده، اون دهکی هم که درآمد و هزینه زندگیش بیشتر از ماهی 40-50 میلیون تومانه اونم کیلووات ساعتی 70 تومان بده، این دوتا و هر دو یارانه بگیرن. معنی اصلاح قیمت ها هم این نیست که همه یکسان افزایش پیدا کنن و یه گروهی له بشن. ما چون دربارش به دقت حرف نزدیم فوری این تصور پدید میاد که میخوان همه رو له بکنن. نه، باید درباره جزئیاتش حرف زد و بعد معلوم بشه کی قراره هزینه بیشتری بپردازه. ضمن اینکه من قبلا هم گفتم خود دولت جزء بزرگترین مصرف کننده هاست، قبلا هم توی کلیپی گفتم شما از همین وسایل سرمایشی که تو پیک مصرف مصرف میشه 5400 کیلوواتش مال خود دولته، دولت از خودش شروع کنه و الان این کارو کرده، سازمان های دولتی رو دارن برقشون رو قطع میکنن اگه خارج از الگو مصرف کنن. این کارو باید ادامه داد. سازمان های دولتی نباید حق داشته باشن که هر جوری دلشون میخواد کولر روشن کنن. کارمندای دولت میان صبح سر کار این کولرها رو میذارن رو 18 تا غروب که دارن میرن. من توی دانشگاهی درس میدادم توی شهر شمالی، کارمند چهارشنبه که میرفت کولر رو روشن میذاشت که شنبه صبح که میاد اتاقش خنک باشه. کی به ما مجوز داده این کارو بکنید؟
یه بحثی رو حالا اینجا مطرح کنم، بعدش میخوام برم سراغ بحث سرانه مصرفی که داریم، ولی خب چون الان صحبت پیش اومد، با اون بدبینی عمومی آقای دکتر به نظر شما چجوری میشه مقابله کرد؟ ببینید، من همسایم رو میبینم که داره حیاتش رو با شیر آب میشوره و وقتی میرم بهش اعتراض میکنم میگه که ای خانم آب مصرف نکنیم، آب صادر کنن کویت مثلا و نمونه های از این دست، آب صادر کنن نمیدونم عراق کویت. این رو اینا چجوری به وجود اومده؟ یعنی اصلا اگه بخوایم واقعا یه آسیب شناسی اجتماعی بکنیم، این تفکرات غلط چجوری تو ذهن مردم شکل گرفته، چجوری میتونیم اصلاحش کنیم؟ ببینید، من یه کتابی ترجمه کردم به اسم دامهای اجتماعی و مسئله اعتماد. به معنای واقعی قبلا هم نوشتم، دوستان میتونن هر کسی بیننده ها ببینن. ما تو دام اجتماعی افتادیم. دام اجتماعی وضعیتی رو میگن که آدم ها بر اثر بی‌اعتمادی دائما کاری رو انجام میدن که در نهایت باعث نابودی جمعی همشون میشه. ما الان تو این وضعیتیم. برای اصلاح دام اجتماعی جز اولین گام ها شفاف سازی، دادن اطلاعات و وارد شدن به یک گفتگوی جمعی است درباره همه مسائل. اگرچه که حتی به اون شفاف سازی هم ممکنه اعتمادی نباشه. اون شفاف سازی رو هم ترجمه کردید. امروز هر کسی وارد دولت میشه و کار میکنه انتظار معجزه نباید داشته باشه، چون وقتی شما 40 سال، 50 سال، 100 سال، بعضی از این جامعه شناسا و همکارای ما که میگن که ما به طور تاریخی به دولت بی‌اعتماد بودیم، یعنی از همون 100 سال گذشته، از اون زمان کوروشش هم احتمالاً ما الان چون کوروش زنده نیست و اون آدما نیستن خیلی داریم بزرگش میکنیم، اون موقع هم احتمالاً اونایی که زیر دست کوروش بودن احتمالاً بی‌اعتماد بودن، آره، نگران اختلاس بودن و دستگاه کوروش و اینا بودن حتماً. این بی‌اعتمادی من کار به تاریخش ندارم، من 40 سال اخیر رو کار دارم. وقتی یه بی‌اعتمادی 40 سال شکل گرفته، اولا انتظار نداشته باشید تو یه سال و دو سال و اینا حل بشه، اما وقتی قرار نیست یه چیزی یه سال و دو سال حل بشود، معنیش هم این نیست که حالا که حل نمیشه باید پس ولش کنیم. باید هر مکانیسمی رو بریم برای شفاف سازی. اگه لازمه یه دی فکر میکنن ما برق به عراق صادر میکنیم، اب نداره، ما اینایی که دارم میگم بلند بلند فکر میکنم، خب ببریم این قراردادهای برقمون رو نشونشون بدیم اگه ملاحظات امنیتی نداره، ببریم این سیستم های توصیه صادرات برقمون به عراق رو اینا آدم ها تور بذاریم بریم ببینیم دیگه. اگه فکر میکنن یه دیلوله آبی به عراق وجود داره، این لوله رو تور بذاریم اصلا جامعه، بگیم 50 نفر آدم مورد اعتماد، این سلبریتی، اون سلبریتی، اون منتقد، اونی که گفته، یه تور بذاریم ورداریم ببریم اونجا، بگیم این لوله که فیلمش رو پخش کرده بودن اینه. خب حالا این اگر لازمه با نقشه ماهواره‌ای گوگل نشون بدیم که لوله‌ای وجود نداره، وارد یه گفتگو بشیم، شفاف بشیم، بعد بریم اطلاعات آبمون رو بریزیم روی سیستم اینترنت، بگیم این فرایند، و بعد انتظار داشته باشیم یه هفته مردم باور کنن؟ نه، اصلا نباید انتظار داشته باشیم. کسی که در این دوران در ساختار دولت کار میکنه باید صبر و حوصله داشته باشه، ناسزای بسیار بشنود، بیمهری های بسیار بهش بشه، هر چقدر حرف بزنه بگه آقا من اصلا سهمی نداشتم در این که این اتفاق افتاده. ببینید، من امروز فقط 8 ماه پیوستم به وزارت نیرو، اونایی هم که حرف من شدن در تمام 5 سال گذشته منتقد سیاست های وزارت نیرو بودم، امروز وقتی اومدم درون وزارت نیرو پذیرفتم. پس هر کسی، هر ناسزایی، هر بیعتمادی، هر بیمهری کرد، من پذیرفتم تو این سیستم، اما وارد فرایند گفتگو بشیم، بگیم حالا بیام شما ابهامتون چیه؟ من الان تو مرکزم یه لیست تهیه کردم از 89 سوالی که مردم درباره آب و برق این کشور دارن. میخوام با رسانه‌ها کار کنم درباره تک تک این سوالات، و اصلا هم انتظار ندارم بعد از اولین جلسه که درباره یه سوال حرف زدیم بعد مردم بگن ما قانع شدیم. اونا 40 سال طول کشیده تا به این نقطه بی‌اعتمادی برسن. این سوالات آقای دوتا میشه یه چند تایی مهمتریناش رو الان بگید؟ بله، یکیش همینه که آیا ما برقی به کویت و عراق و آبی صادر میکنیم؟ آیا سدسازی خوبه یا بده؟ آیا
قیمت های انرژی ما در مقایسه با دنیا عادلانه است یا ناعادلانه است؟ آیا خوب ما به همه برق یارانه ای بدیم؟ آیا خوب ما برق کشاورزیمون ارزون ترین برق باشه؟ آیا درسته که در بقیه جهان ما امروز مسئله بیکاری و اشتغال داریم؟ درسته، مردم هر کسی به قول بارها گفتن هر کسی تو خونه‌اش یه دونه بیکار داره. ما وقتی میخوایم بیکارامون رو درست کنیم، هزینه تولید بنگاهامون رو باید پایین ببریم یا ببریم بالا؟ همه جای دنیا هزینه تولید بنگاه رو میارن پایین. وقتی میخواین هزینه تولید بنگاه رو بیارین پایین، یکی از نهادهای تولید آب و برق. من امروز این سوال مهمیه که بپرسیم. یه سری سوال مردم دارن که باید میپرسن جواب بدیم. یه سری سوال هم ما حتی از موضع نخبگیمون شما دارین طرح کنیم. آیا درسته ما ارزون ترین برقی که میدیم به بخش کشاورزیمون باشه، بعد خانگیمون باشه و به برق صنعتمون رو گرونتر از بخش خانگی بدیم؟ یعنی ببینید، من فاضلی یه تلویزیون 42 اینچ دارم، امشب میخوام بشینم فوتبال نگاه کنم و یه نفری هست که از منم درآمدش کمتره و کارگر کارخونه است و همون موقع که من دارم فوتبال نگاه میکنم او تو کارخونه داره کار میکنه، او داره به کشور کمک میکنه، دستمزدش هم از من پایینتره، خانواده‌اش هم تو خونش منتظرن که دستمزدش رو بیاره و یه کارگره، ولی همزمان برقی که من باهاش فوتبال نگاه میکنم و لذت میبرم ارزونتر از برقی است که او پشت دستگاه داره باهاش تولید میکنه. این سوال جدی است. ما باید برق رو به صنایع گرونتر از خانوارها بفروشیم؟ یعنی آیا این به معنای در افتادن با تولید نیست؟ یعنی همون کارگر کارشو که تعطیل میکنه میاد خونشون، اگه به نیمه دوم اون بازی فوتبال برسه، وقتی اون فوتبال رو نگاه میکنه با برق ارزونتری تو بکن تا با اونی که داره تو خونه میبینه. این سوال مهمیه. سوال بعدی، هدر رفت نیروگاه های ما چقدره؟ ما توی برنامه تلویزیونی یه مجری میگه که چرا انقدر به مردم فشار میاریم؟ هر 1% کاهش تلفات برق کشور 3,000 میلیارد تومان صرفه‌جویی داره. من همون روز از مجموعه همکارام تو وزارت نیرو تو بخش برق پرسیدم، گفتم که این داستان تلفات هر 1% کاهش دادنش چقدر هزینه داره؟ گفتن هر 1% کاهش دادن تلفات برق حداقل 5,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم داره. درسته هر 1% کاهش تلفات 3,000 میلیارد تومان صرف جویی داره، ولی برای اینکه به اون 3,000 میلیارد تومان برسید باید 5,000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کنید. با این اقتصاد برق میشه این کارو کرد؟ میگن راندمان نیروگاه های ما 37%. درسته، راست میگن، متوسط خیلی از رانندگان نیروگاه های ما اینه. اینو تخصصی ترش و همکارم چون الان بحث پیش اومد میگم، ولی تخصص من نیست، من از اون دسته هم که خجالت نمیکشم بگم بلد نیستم، ولی اینا رو از همکارام تو بخش برق شنیدم. ولی آیا کسی به مردم ما گفته است که متوسط راندمان نیروگاه های دنیا چقدره؟ مردم تصورشون اینه که راندمان نیروگاه های دنیا 80%، 90%، 100% و از ما 37%. متوسط راندمان نیروگاه های دنیا 42 تا 48%. وقتی سیکل ترکیبی بهشون اضافه بشه تو نسلهای جدید توربین ها و اینها میرسن به حدود 53 تا 57%. پس اینجوری نیست که فکر کنین دنیا 100% ما 37%ایم. اما نکته مهمتر، اگه قرار شد از 37% بریم به 42%، به 47%، بابت هر 1%ش چقدر سرمایه گذاری لازم داریم؟ و این سرمایه گذاری از کجا باید بیاد؟ از دولتی که 85% منابع بودجه عمومیش و حقوق و دستمزد میده؟ و آیا ما باید برق تولید کنیم بدیم فاضلی در که حتما نظام درآمدیش به عنوان یه استاد دانشگاه و یه کارمند دولت بیشتر از طبقات پایین جامعه است، بشینه آخر شب خوب فوتبال نگاه کنه، یه دونه کولرگازی روشن کنه؟ یا نه، ما باید این برق رو از پول فاضلی واقعیشو ازش بگیریم و به اونی که نداره، به اون کارگره که داره تولید میکنه، به اونی که تو سیستان و بلوچستانه، به اونی که تو مرز غربی ما داره از گرما له میشه، و به او اجازه بدهیم درست مصرف کنه. ما هنوز درباره عدالت حرف نزدیم. عدالت در آب، عدالت در برق، عدالت در نظام تصمیم گیری پروژه ها. آیا ما روی نقشه میدونیم کجا از همه نابرخوردارترند؟ و اگه 1,000 تومان امسال بودجه تو آب و برق داریم، آیا باید با مکانیسم لابی و هر کی زورش بیشتره بودجه ها رو پخش کنیم؟ یا بدانیم در امسال اگه 1,000 تومان پول داریم، این 1,000 تومان رو باید متوجه کنیم به نابرخوردارترین و محرومترین نقطه کشور؟
آیا در مورد این من میخوام با مردم تو اون مرکزی که در وزارت نیرو درست شده درباره اینا و یه لیست 89 تا از این سوالا و حتما با رسانه شما هم این سوالا رو میفرستیم و ازتون میخوایم بیرون اولویت ها چیه. خیلی حرف داریم بزنیم درباره آب و برق و حتما یه بخشایی وزارت نیرو اشتباه کرده، اما آیا فقط وزارت نیرو بوده؟ یعنی جهاد کشاورزی نبوده؟ یعنی مجلس نبوده؟ یعنی این نماینده ها به طور تاریخی هیچ اشتباهی در جایابی این پروژه ها و این صدا و این شبکه ها و اینا نکردن؟ آیا قوه قضاییه در نظام حقوقیش هیچ مشکلی نداشته؟ آیا وزارت صنعت معدن تجارت در جایابی صنایعش هیچ مشکلی نداشته؟ مسئله آبو تقسیم نکنیم، نندازیم گردن یه گروهی. هممون با هم اشتباه کردیم، هممون با هم کارهای درست هم کردیم. ما نیروگاه های خیلی خوب ساختیم، کلاس های توربین های کلاس F داریم، کلاس H درست را اندازی میشه، شبکه توزیع ما یه جایی هدر رفتش 5% 6%. من تو این بخش هدر رفت یه نکته بگم خدمت تو برای که اجتماعیش رو مشخص کنم. مثلا گاهی اوقات میگن هدر رفت خیلی زیاده، درست، اما واقعیتش اینه یه بخشی از هدر رفت سیم های غیر قانونی است که وصل شده به شبکه و اینا برق میبرن و به دلایل سیاسی، امنیتی یا هر دلیل دیگه‌ای ما ترجیح دادیم که این مسئله رو باز نکنیم، مثلا باهاش مواجه نشیم. آیا به دقت درباره اینا حرف زدیم؟ اون فرایند اعتمادی که شما میگین از حرف زدنی 10 برابر سریعتر و شفافتر از اون چیزی که من و شما امروز حرف میزنیم شروع میشه. اون وقت میفهمیم کی اشتباه کرده، چرا اشتباه کرده، تحت چه فشارهایی اشتباه کرده، کجای کارش درست بوده و چی رو نباید تکرار کنیم. اون وقت اگه به صراحت در عرصه رسمی حرف زدیم و صدا و سیمای ما عرصه گفتگوی این حرف ها شد، به تدریج اعتماد شکل میگیره. اون وقت یک کانال تلگرامی در یک فضای غیر رسمی تو شبکه های اجتماعی نمیتونه وزیر نیروی ما رو که باید تمام وقت و فکرشو بذاره برای اینکه این کشور رو کلان مدیریت کنه، یه بخشی از ذهنش این بشه که جواب فلان آقا رو بده که داره یک دروغی رو درباره صادرات آب یا به کویت یا صادرات برق به عراق، و بعدم 10 بار توضیح میدن، میگن بله ما صادرات برق به عراق داریم زمستون وقتی برق اضافه داریم در پیک که برقمون تولید و مصرفمون، وقتی گفتگو کردیم بعد رسانه ما نمیاد حرفهای وزیر رو یا حرفهای هر کس دیگه رو تقطیع کنه، پس و پیش کنه، و رسانه رسمی ما یا سکوت کنه و به این فضای بی‌اعتمادی دامن بزنه یا خودش هم برش بدمد. ما اگه به صراحت و شفافیت حرف زدیم، راه بر اون هم بسته می شود که یه دی از این فضا استفاده کنن. شما خیلی امیدوارانه دارین صحبت میکنین، منم واقعا امیدوارم که همینجوری باشه، یعنی با بحث اصلاح و برگشت از راهی که الان داریم میریم واقعا جا برای اصلاح داشته باشیم و جا برای بهبود داشته باشیم. شما یه یادداشتی نوشته بودید راجع به بحث بحرانی که الان باهاش سر و کار داریم، وضعیت موجود رو به یه بیماری تشبیه کرده بودید که با اصابت یه گلوله و خونریزی وارد بیمارستان میشه و وقتی که تیم دارن روش کار میکنن، همراهی بیمار اعلام میکنن که این مریض در ضمن این مریض سرطان پیشرفته داره. مثال خیلی جالبی بود اینکه اونجا تیم پزشکی به هر حال حالا باید چه تصمیم بگیره، باید اینکه بگه که خب این بیمار که سرطان پیشرفته داره و خب حالا بخوای نخوای به هر حال سرنوشت مقدومش اینه که حالا فوت کنه و نابودی نیستی، یا اینکه به هر حال اون لحظه باید جلوی خونریزی رو بگیره. الان ما اگه واقعا بخوایم جلوی اون خونریزی و جلوی مرگ زود هنگام و ناب هنگام این اتفاقات رو بگیریم تو کشور، الان راهمون چیه؟ باید چیکار کنیم؟ من در مورد اون نوشتار اولا یه عذرخواهی بکنم، بعدن بهم تذکر دادن این بهترین فرصته که اون عذرخواهی بکنم. با اون عذرخواهی اینه که من مفروض گرفتم که بیماران عزیز ما که به این بیماری سرطان مبتلا هستن حتما سرنوشت محدودشون اینه. اصلا اینجوری نیست. بیماری سرطان در بسیاری از موارد درمان پذیر شده، نشانه های زیادی هست از آدمایی که بر این بیماری غلبه کردن. من صمیمانه همینجا از همه بیماران سرطانی عذرخواهی میکنم بابت اینکه اگه ناراحتشون کردم تو اون لحظه، ولی اون لحظه تصورم این بود که این یه تشبیهی است که بعدم فهمیدم اشتباه کردم. ولی اگه همون تشبیه رو ادامه بدم، ببینید وضعیت آب و برق ما یه شباهت‌هایی به وضعیت بیماری‌های خطرناک داره. یعنی وقتی شما به یه نقطه‌ای میرسین فرونشست دارین،
یه زمانی سطح آبهای زیرزمینیتون 40 متر 50 متر بوده، الان شده 450 متر، یعنی وضعیتتون خطرناکه. حالا اسم هیچ بیماری رو نبریم. وقتی میخواین یه بیماری خطرناک رو درمان بکنید زمان میبره. یعنی شما الان میخواییم بیاییم وضعیت برق کشور رو اصلاح بکنیم، من الان خدمتتون میگم ما باید نیروگاه هامون رو راندمانش رو برسونیم به راندمان نیروگاه های دنیا، ولی این سرمایه گذاری میخواد. اوضاع ما الان این اوضاع تحریم و داستان و فناوری نمیدن و باید داخل تولید بکنیم و این خودش زمان میبره، یعنی کار یه سال و دو سال نیست. باید حتما سیستم بحث بودجه هست. سیستم توزیع ما بسیار سیستم توزیع دستاوردهای عظیم داشته. ما شاید صدها هزار کیلومتر شبکه توزیع داریم. این سرمایه گذاری از منابع سرمایه های این کشور صورت گرفته، ولی اونم حتما مشکل داره. خونه هامون مبحث 19 توشون رعایت نشده، بنابراین اونها هم مشکل دارن. همه این کارا رو باید بکنیم، درست؟ اما من اون لحظه وقتی اونو می نوشتم داشتم با مردمی حرف می زدم، گفتم که ببینید همه این اتفاقا باید بیفته، یه عالم آدم اشتباه کردن تا این اتفاق افتاده، ماها خودمونم مقصریم. ببینید صنعت ساختمان در ایران عمدش صنعت ساختمانیه که آدم ها خودشون برای خودشون خونه ساختن یا مثلا بساز بفروش ها ساختن. همین آدم ها میتونستن 5% هزینه بیشتر صرف کنن و شیرا مصرفش کم باشه، میتونستن ساختمان ها رو عایق بندی کنن. افزایش قیمت ساختمان ناشی از رعایت استانداردهای آب و انرژی 5-6%، ولی ما با منفعت طلبیمون نکردیم، درست؟ قوانین هم نظارت کافی نداشتن، نشده. پس ساختار مشکل داره، قبول. اما آیا 23 میلیون خونه رو میشه یه شبه درست کرد؟ آیا میشه یه شبه یه نیروگاه جدید ساخت؟ من تو یه کلیپی گفتم یه نیروگاه 1000 مگاوات نیروگاه ساختن 600 میلیون یورو سرمایه گذاری میخواد، و اگه میخواین 5000 مگاوات نیروگاه بسازین یعنی 3 میلیارد یورو. با قیمت یوروی الان مثلا 10000 تومان فرض کنین، یعنی شما 30000 میلیارد تومان سرمایه گذاری میخواین. این که به سرعت اتفاق نمیفته که. اما تو همین شرایط این آدم میخواین دیابتش رو درمان کنیم، اون فرایندش جداست، اما الان این بیمار تیر خورده، سرنوشت محتومش هم مرگ نیست، می شود من و شما یه پنکه داشته باشیم به جای کولر. 20 سال پیش تو این تهران کولر گازی نبود، همه مردم با پنکه زندگی میکردن، با در پنجره باز می‌ذاشتن. ولی تو شمال مازندران، من 8 سال 9 سال مازندران زندگی کردم، شما تو لحظاتی از مازندران غیر ممکنه بتونیم با کولر، از قدیم هم کولر گازی در خوزستان نمیتونیم به مردم بگیم کولر گازی هاشونو، ولی تو همون خوزستانم هم میتونیم بگیم که به جای اگه خونتون 5 تا کولر گازی داره یکیشو روشن کنید، دو تاشو روشن کنید، نه اینکه 5 تاش با هم روشن باشه رو 18 بعد یخ بزنیم. من اتاق دولتیایی رفتم، اتاق بخش خصوصیایی رفتم که از شدت سرما وسطش مجبوری میگین میشه خواهش کنم اونو خاموش کنید. پس این بیمار حتما باید اون بیماریاشو درمان کرد. مبحث 19، ساختمانها، احداث نیروگاهها، توسعه برق خورشیدی، همه اینا رو باید انجام داد. ولی الان شرایط الان اگه من و شما کمک نکنیم شبکه از کار بیفته خاموش بشه، خسارتش به کی میخوره؟ خسارتش به اون بچه میخوره که الان تو بیمارستان مریضه، به اون بیماری که دارن عملش میکنن برقش میره. اصلا شما چیکار به حکومت دارین؟ به دولت دارین؟ اونی که رو تخت بیمارستان افتاده امروز داره عمل میشه و برقش میره هموطن منه. آقای دکتر، گفتید پرهیز کنیم از بحث جنگ و بحران و اینها. وقتی که واقعا به مردم نمیخوایم نشون بدیم بحرانه، یا وقتی این که حالا شما صحبت کردید، صحبتاتون هم خیلی امیدوارانه، منم اشاره کردم که شما خیلی امیدوارانه صحبت میکنید و امیدواریم به همین اتفاق بیفته، چه جوری میخوایم میتونیم ازشون که این رو بهشون القا کنیم که شرایط سخته، یعنی باید همراه باشن؟ وقتی این حس رو نکنن که واقعا بحرانی وجود داره، وقتی این حس رو نکنن که شرایط عادی و معمولی نیست. از این کلمه الغای شما شروع میکنم. ما همیشه فکر کردیم میتونیم یه چیزی رو به مردم الغا کنیم، اصلا اصل الغا کردن و اینا تموم شده. نه، شاید حالا باید بگیم که باید برسیم مردم رو به این باور برسونیم، باید برسیم به دانش مشترک. دانش مشترک هم از تو شفافیت بیرون میاد.
یعنی ما اگه شبکمون یه جاش ایراد داره و اگه ملاحظه امنیتی نداریم، یه وقتی ما هست میخوایم بگیم شبکمون ایراد داره، بعد اگه تا عرصه عمومی بگیم، یه کسی که اونور مرز نشسته که ما الحمدلله اونور مرزامون کلن خیلی دوست زیاد داریم اونها، اون میتونه سوء استفاده کنه. حرفم این نیست، ما نباید اجازه بدیم کسی سوء استفاده کنه. هر مشکلی داریم داخل خودمون حل کنیم. هیچکی بیرون این مرزها خیرخواه ما نیست، هیچ کس، نه آقای ترامپ، نه آقای بن سلمان، نه بقیه، آقای نتانیاهو، بحران آب، کسی بیرون این مرزها ما رو دوست نداره. یه گربه ای روی نقشه تاریخ هست 3-4 هزار سال اینجاست، بزرگه. بعضیا میترسن، بعضیا فکر میکنن که اگه اینو تجزیهش کنیم چقدر خوب میشه، بعضیا فکر میکنن که اگه این زمین بخوره ما چه منافعی داریم، کما اینکه هر بار که ما زمین خوردیم اینا منافع بشه. وقتی فرودگاه امام ما دیر ساخته شد و ما هاب منطقه نشدیم، و وقتی فرودگاه امارات و فرودگاه قطر و وقتی ایران ایر ما نتونست دیگه ایران ایر باشه، امارات ایرلاین و قطر ایرویز و الاتحاد و ترکیش ایرلاین در اومدن. پس ما هر وقت زمین خوردیم اونا بزرگ شدن، این دفعه هم دنبال زمین خوردن ما هن. خب معنی این حرف این نیست که چون اونا نگران ما هن داخل خودمون رو نبینیم. مشکلات ما تو خودمونه، تو خودمون رو ببینیم بعد دربارش حرف بزنیم. از بانکش، از بیمش، از صنعتش، از فسادش، از اختلاسش، از آبش، از پروژه هاش، از نماینده مجلسش، از فاضلی که تو رئیس مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژیشه، همه چیزشو ببینیم، از استاد دانشگاهش در مورد حرف بزنیم. حالا تو این شرایط میخوایم چجوری با مردم به اعتماد برسیم؟ با ما دربارش رو شفافیت داشته باشیم. اطلاعات برق ما رو هر چقدرشو که ملاحظه امنیتی ندارم باید مردم بدونن. درباره جزئیاتش حرف بزنیم، درباره اینکه خونه های خودشون کجا خرابه میتونن کمک کنن، و درباره اینکه من تو وزارت نیرو میتونم چیکار کنم، و اینکه وزیر نیرو چیکار میتونه بکنه، و معاون برق چیکار میتونه بکنه. و مسئله رو نکشیم تقسیمش کنیم بگیم این بخشش به من ربط نداره. ما کلا یه مسئله تو این کشور نداریم، توسعه و کیفیت حکمرانی. این مسئله هم قابل تقسیم به ده تا نیست، هممون هم با هم مقصریم. اون فقط اون بچه‌هایی که الان 7-8 سالشونه 7-8 10 سالشونه اون بیچاره‌ها تقصیری ندارن، ولی هر کی الان از 20 سال به بالاست یه بار رأی هم داده، اون یه بار به این کار رأی داده ها. هر کی سکوت کرده، نه اونایی که فقط حرف زدن، هر کی سکوت کردن سهم داره تو این داستان. یه بار با هم بپذیریم که معضلات اساسی داریم، وقتی پذیرفتیم بعد قبول کردیم مسئولیت داریم، بعد تقسیم کار کردیم، بعد معلوم شد یه عده‌مون باید بریم. ببینید یه عده‌ای چسبیدن به صندلیشون و میگن اگه من نباشم آزمون به زمین میرسه. کی گفته؟ من خاطر من خیلی معتقدم این قانونی که گذاشتن بازنشسته ها رو بذارن کنار خیلی کار خوبیه. یعنی یه نسلی که دیگه احتیاج میکنیم، از فکر میکنیم که اینا متناسب این زمانه نیستن، بعدم برن خوب استراحت کنن، چی عیب داره؟ اغلبشون هم وضعشون خوبه، برن یه سری دنیا بزنن، دور ایران بچرخن، چند تا محرومیت ها رو ببینن، یه خورده کتاب بخونن، یه دی نباشن رو صندلی هاشون، عیبی نداره که. بعد وقت بشینیم درباره مسائلمون حرف بزنیم و عدد بدیم، رقم بدیم، جزئی حرف بزنیم. یعنی وقتی میریم میگیم 1% کاهش هدر رفت، بعد بگیم پیشش هم یعنی چقدر سرمایه گذاری. وقتی میگیم راندمان نیروگاه ها رو از 37 تا بکنیم 38 تا، بعد بگیم چقدر سرمایه گذاری. بعد بگیم که یعنی یه کسی، یه سلبریتی نشینه تو تلویزیون به ما بگی که نیروگاه هاتون رو راندمانش رو افزایش بدید. بعد میگم که شما حاضری تو اون خونه‌ای که نشستی تو شمال تهران که مثلا تو پیک مصرفش تلویزیون و کولر و برق و 100 تا لامپ روشنه، حاضری 10% بیشتر افزایش هزینه برق تو بدی تا ما 1% نیروگاه رو افزایش راندمان بدیم؟ شما هزینه‌شو می‌پردازی؟ به همین صراحت و با همین شفافیت. بعد اون وقت ممکنه اون هم حرف داشته باشه، بگه شما قبلا پولش از من گرفتی نکردی. بعد میریم با هم همینجوری تو این فرایند گفتگو که رفتیم به یه نقطه هایی میرسیم، شاید بتونیم مسئله اون حل کنیم. آقای دکتر، اگه بخوایم بحث رو جمع کنیم، حالا اگه نقطه ای مخفول مونده حالا ممنون میشم بگید، ولی اگه بخوایم الان بحث رو جمع کنیم،
به غیر از بحث پذیرش اشتباهات، شفافیت با مردم و حالا عمل کردی که باید بعد از اون داشته باشیم، الان اون راهکار فوری و راهکاری که به هر حال یه جورهایی در شرایطی که شرایط اضطرار وجود داره، فقط آگاهی دادن به مردمه در مورد این مسائل و جلب مشارکت و همکاری و همیاری مردم؟ نه، آگاهی دادن یه بخششه، مجموعه ای از راهکارها رو میز سیاستگزار هاست که میتونه در برون رو صحبت کنن. مجموعه ای از راهکارهای فناورانه داریم، همین فناوری، این که ما میتونیم شیرهای آبمون رو مجهز کنیم به کاهنده های مصرف. میگین فقط تو آب شرب فقط 10%، من میگم بعضی از شهر. اون تغییر باوره رو چجوری صورت اون تغییر باوره؟ ببینید، تغییر باورهای بشر تو دو تا اتفاق میفته، یا سطح دانشش عوض میشه، فهم جدیدی پیدا میکنه، یا حداقل تجربه میکنه یه چیزایی و بر اساس تجربه به دانش جدیدی میرسه. این تولید دانش مهمه. من قبلا هم گفتم تو بعضی از عرصه‌های کشور یا در کلیت کشور خیلی صریحش اینه که بیسوادی بیداد میکنه. ما الان یعنی فرصت این رو داریم که این تغییر باور رو ایجاد کنیم. بعضی از این یعنی الان شرایط بحث آب کشور ما، حالا من همش دارم پرهیز میکنم از به کار بردن کلمه بحران، شرایط آبی کشور و شرایط انرژی کشور این فرصت رو به ما میده که ما این تغییر باور رو ایجاد کنیم، یا باید یه راه های دیگه خیلی سریعتری بریم برای این بحث؟ اینا هیچ تعارضی با هم نداره که بقیه راهکارها رو هم پیش بریم، اما درباره تغییر باورها هم شروع. یعنی اینجوری نیست که اینا در طول هم باشن، یعنی بگیم تا باورها تغییر نکند هیچ اتفاقی نمیافتد. نه، باورها یه بخششه، تولید دانش یه بخششه، مکانیسم های اقتصادی یه بخششه، مکانیسم های فناوری هم وجود داره، اصلاحات در نهادهای کنترل کننده بخش آب و برق هم وجود داره، تو کشاورزی هم وجود داره، و آشکار کردن اطلاعات هم وجود داره. ببینید گاهی اوقات مثلا این روزا تو کشور احساس میکنن یه دفعه یک انفجاری از فساد صورت گرفته. من تصورم این که این فسادها احتمالاً سابق هم وجود داشته، اون چیزی که اتفاق افتاده انفجار اطلاعات، نه انفجار فساد. این فسادها همینجوری بوده، حالا تو مسیر ممکنه کم و زیاد هم شده باشه دورانهایی. اون چیزی که اتفاق افتاده اینه که همه این فسادها میاد توی رسانه انرژی که اینجوری نبوده. خب درسته، حالا که فسادها میان تو فضای تلگرام و اینا، راه کار پیدا کردن در دستور کار قرار گرفته. یعنی یه کسی هم مجبور میشه گزارش به مردم بده که تو خودرو چی شد، چون دیگه نمیشه از کنارش گذشت. همین اتفاقی که 15 سال پیش افتاده بود کلا نادیده میگرفتن، نه کسی آمد و نه کسی رفت و تموم شد، نه خانی اومد نه خانی رفت، و خرزوخانم خلاصه این کار رو انجام داده بود، خرزوخانم که یه موجود موهومیست و تموم شد. همه اینا رو باید تو حوزه آب و انرژی هم همینجوری باید بیاریم رو میز، البته با ملاحظاتی. ملاحظه این که گفتم ما در شرایطی زندگی میکنیم که بیرون مرزهامون، اونایی که بیرون مرزان اتفاقا خرزوخان نیستن، خیلی آدمای روشن و مشخصی هستن، نتانیاهو، آقای ترامپ و مجموعه هایی که به هر دلیلی به طور تاریخی ما رو دوست داشتن. صحبتتون قطعا فکر میکنیم واقعا بهتره برای تغییر باور مردم این اتفاق ها رو وارد نکنیم؟ شاید واقعا ما نمیدونم یه سابقه تاریخی داریم از دشمن پنداری و دشمن تراشی و گفتن بحث حالا تهدیدات دشمن. بذارین حرف آخرمو بذارم، شاید واقعا دشمن اصلی خودمونیم. بالای 90% کاستی هایی که با در نزاع با آب و انرژیمون داریم ربطی به هیچ دشمن خارجی نداره. تالاب ها رو خودمون خشکوندیم، نظام کشاورزی غیر بهره بر رو خودمون پدید آوردیم. خب این خیلی عالیه. رودخانه ها رو خود و آبهای زیرزمینیمون رو خودمون خشک کردیم. درست؟ بنابراین من نمیگم راه حل های ما به اونا بستگی داره، چون اونا هستن دست به هیچ کار سختی نزنید. دارم میگم هر کاری دارید اینجا انجام میدهید حواستون باشه در شرایطی دارین انجام میدهین که دیگرانی اصلا دوستتون ندارن. دو، دوستتون هم داشته باشن این مشکلاتتون حل نمیشه ها، تا وقتی خودتون. ببینید مثل یه بیماری میمونه، الان چربی خون داره، کلسترولش بالاست، دیابت داره، نمیدونم هر مرضی دیگه‌ای داره، آدمای اطرافش دوستش نداشته باشن یا خیلی دوستش داشته باشن، سرنوشتش دست خودشه.
اگه صبح نرفت کله پاچه بخوره، اگه ورزش کرد، اگه رژیمش رو رعایت کرد، همه همسایه هاش هم که بد بد نگاش کنن و دوستش نداشته باشن، این چربی خونش میاد پایین. و اگر همشون هم دوستش داشته باشن، براش دست گل بفرستن، هدیه بفرستن، پولم بذارن جیبش، ممکنه پولا رو ببره باش تو پرس کله پاچه بخوره، خودش رو بدبخت کنه. پس ما دقیقا این اون بیمار سرنوشتمون دست خودمونه. اما آیا معنی این حرف اینه که تا ابد با همین مدل مخاصمه با جهان باید پیش بریم؟ من یه همچی باوری ندارم. اما رفع مخاصمه ها حتما مشکل ما رو حل میکنه؟ کشورهای تو این دنیا هستن که با هیچ کسی هم در نیفتادن، دعوا هم ندارن، ولی مشکل آب دارن، مشکل آب دارن، مشکل برق دارن، فروپاشیدگی دارن، همه این چیزا. ما سرنوشتمون دست خودمونه، اما به شرطی دست خودمون باقی میماند تا یه جایی. از یه لحظه به بعد دیگه سرنوشتتون دست خودتون نیست. این کشورهای خاورمیانه تا یه جایی سرنوشتشون دست خودشون بود. از یه جایی به بعد لیبی و سوریه و مصر و یمن و اینا، بعد که داخل تضعیف شد و حکمرانی بهبود پیدا نکرد، بقیه فکر کردن که حالا از این لحظه بعد دیگه سرنوشتتون دست ماست. تا این لحظه که من دارم خدمتتون حرف میزنم، حداقل من فهمم اینه که ما ناکارآمدی های داخلیمون مسئله برامون ساخته و بخشی از اون مخاصممون با جهان هم نتیجه ناکارآمدی های داخلیمون ها، یعنی این که تو داخل هم نمیتونیم به هیچ اجماعی برسیم که بالاخره با دنیا چجوری میخواییم تعامل کنیم، اونم محصول همین ناکارآمدی های تصمیم گیری تو داخله. اما فعلا سرنوشتمون دست خودمونه، ولی من هیچ برآوردی ندارم تا کی سرنوشتمون دست خودمونه. تا وقتی دست خودمونه که هنوز یه عده باور دارن که می شود تصمیمات سخت گرفت، درباره تصمیمات سخت با بیمار حرف زد و اون بیمار استعاره پزشک و بیمار یه جایش عیب داره، چون پزشک سالمه به بیمار میگه تو مریضی. در رابطه حکومت با مردم، حکومت نمیتونه بگه من سالمم میخوام تو رو عمل کنم تو خوب شی، چون او بیمارم خودشو پزشک میدونه، میگه تو اول خودتو درمان کن بعد. یعنی در اصل دو تا بیمار و همزمان دو تا پزشک میخوان با هم سر یه پروسه درمانی به توافق برسن. یعنی هم حکومت قرار بیماری های مردم رو درمان کنه، هم قرار مردم کمک کنن بیماری های حکومت درمان بشود. اینجا وقتی میگم حکومت، من تو بخش خودم درباره آب و برق حرف میزنم، خب بقیهش هم البته صادقه. پس این تعامل این دوتا، تعامل دوتا بیمار و دوتا پزشکه. مردم برای خودشون شأن پزشکی قائلن، میگن ما این خودش مریضه، این الان این بانکه، این سیستم وزارت صنعته، این وزارت نیروه، این جهاده، اینا سالم نیستن که، اینا خودشون مریضن. ما اون بروکرات ها و مخبه ها و اینا فکر میکنن که مردم یه جاهای این مشکل دارن. این تعامل دو بیمار و دو پزشک به صورت همزمان باید توی یه نقطه شروع بشه. اگه الان شروع کنیم، ما یه کشوری هستیم، باور کنیم وسیعیم، منابع گسترده داریم، 80 میلیون جمعیت داریم، در جهان آبرو و تاریخی داریم، نخبه هایی در جهان داریم، سرمایه هایی در جهان داریم، سرمایه انسانی گسترده داریم، اما یه چیز ما رو تهدید میکنه و اون تهدید، تهدید بسیار خطرناکی و اون گذشت سریع زمانه، زمانی که به دست نمی آید. خب حالا تصمیم محکم میگیریم، آیا بقیه هم من میتونم به صراحت بگم دروغ نگفته باشم 98% آن چیزی رو که باید به شما میگفتم گفتم به صراحت، بقیه هم تصمیم میگیرن با همین صراحت به خانم صدر صحبت کنن یا با مردم صحبت کنن؟ اگه تصمیم گرفتیم با همین صراحت با مردم حرف بزنیم، وارد یه بازی جدید میشیم، وارد یه بازی جدید میشیم و وقت تو اون بازی جدید اتفاقای خوبتری خواهد افتاد. تو این مدل اتفاق خوبی نمیفته. ممنون آقای دکتر، خیلی متشکر، خیلی هم بیشتر از اون چیزی که فهمیدید وقتتون رو گرفتید، خیلی ممنون، مرسی، لطف کردید.